صد سال روحانیت ایران از مکتب تا مسند قدرت ورود ایران به سال 1300 و شروع سلطنت پهلوی با جریانهای استقلال طلب قدرتهای محلی از شمال تا جنوب و حضور نیروهای خارجی همزمان شد. در این میان حوزه علمیه قم دوباره آغاز به کار کرد و چند دهه بعد به یکی از کانونهای انقلاب 57 تبدیل شد. فراز و فرودهای روحانیت شیعه و تقابل میان روحانیون طی یکصد سال اخیر از همین حوزه علمی قوم شروع شد پرهیز از سیاست نهاد روحانیت شیعه در ایران با شروع سلطنت رضاشاه به تدریج فهمید که نمیتواند مانند دوره قاجار در امور کشورداری مداخله کند رزاشاه فعالیت روحانیون را در حد همان وظایف سنتی تعلیم و تربیت مذهبی مجالس روزخانی و رسیدگی به شرعیات محدود کرد از نگاه او نهاد روحانیت ملا و آخوند تربیت می کرد و به خراف پرستی عوام دامن می زد. این نگاه رضاشاه مخالفانی در میان برخی طلاب داشت آنها امیدوار بودند با فعالیت مجدد حوزه علمیه قم به مدیریت عبدالکریم حائری یزدی مرجع شیعه نجف که به قم آمده بود روحانیت جایگاهی پیدا کند با وجود این توقعات و انتظارات آقای حائری یزدی از ورود به مسائل سیاسی و سرشاخ شدن با برنامه های تجدد خواهانه پرهیز می کرد. تمرکز او بر انجام وظایف سنتی یعنی آموزش طلاب تغییر در شیوه های تدریس و پاسخ به شرعیات بود. به باور ناظران بروز دو ماجرا می تواند نشانه هایی از عدم تمایل آقای حائری یزدی به مقابله با حکومت پهلوی باشد. اولین حادثه به افتادن روسری و دیده شدن موی سر دختران رضاشاه در طبقه دوم مقبره معصومه زیارتگاه شیعیان در قم مربوط است که با اعتراض تند محمد تقی بافقی روحانی کلیددار حرم همراه شد. بعد از آن رضاشاه خود را به قم رساند و با چکمه هایش وارد حرم شد و کلیددار حرم را تنبیه کرد. دومین موضوع هم اجباری شدن خدمت سربازی برای طلاب است. به استناد پجوهش ها آقای حائری یزدی به این ماجراها واکنش نشان نداد و حتی گفته شده که مانع از اعتراض روحانیون شد. این سکوت زمینه ای شد تا برخی طلاب و روحانیون او را به مصالحه با حکومت متهم کنند در مقابل برخی علت سکوت مؤسس حوزه علمی قم را تلاش برای ادامه حیات و جلوگیری از تعطیلی حوزه ارزیابی کردند روحانیون دیگری مثل آیت الله کاشانی هم بودند که با حکومت پهلوی و تشکیل مجلس مؤسسان مخالفتی نداشتند. روحانیت هاشی نشین از نگاه برخی روحانیون اجرای برنامههایی مانند الزام شرکت طلاب در آزمون تشخیص صلاحیت آموزشی استخدام دولتی و خدمت نظام وظیفه در راستای محدود کردن فعالیت های روحانیت بود. مشابه این مخالفت در ماجرای کشف هجاب هم دیده می شد. مرور تاریخ نهاد روحانیت شیعه طی یکصد سال اخیر از وجود تقابل و تضاد در میان روحانیون حکایت دارد به شکلی که روحانیت را به طرفداران دو دیدگاه تقسیم کرد معتقدان به وظیفه سنتی یعنی آموزش دین، معزگری و نظارت و نیز معتقدان به رویکرد مبارزه سیاسی تقابل این دو دیدگاه تا پایان قرن همچنان دیده می شود. به گفته ناظران روحانیت شیعه در دوره پهلوی اول هاشی نشین بود. دست باز شاه جوان ارتباط روحانیت شیعه با حکومت محمد رضا شاه شکل متفاوتی نسبت به دوره قبل پیدا کرد. حضور متفقین در ایران جریانهای استقلال طلب و فعالیت جریانهای فکری چپ باعث شد تا شاه جوان با مشاوری اطرافیانش برای نزدیک کردن روحانیون به حکومتش دست باز عمل کند. به دنبال آن تعدادی از روحانیون از تبعید برگردانده شدند همچنین محمد رضا شاه با استفاده از افرادی مانند زین العابدین رهنما که پیشینه مذهبی داشت تلاش کرد از آقا سید ابوالحسن اصفهانی مرجع تقلید شیعه در نجف پیام تبریک پادشاهی دریافت کند انتقال مرجعیت شیعه از نجف به ایران از دیگر اقداماتی بود که در این دوره صورت گرفت. گفته شده بعد از ایادت محمد رضا شاه از آیت الله بروجردی در بیمارستان و درخواست برخی روحانیون آقای بروجردی قانع شد که به قم بیاید و مرجعیت شیعه را رهبری کند. در همین دوره احمد کسروی نویسنده و پژوهشگر تاریخ توسط گروه فدائیان اسلام در سال 1324 ترور شد. به گفته ناظران اگرچه این ترور بر رابطه نهاد روحانیت شیعه با حکومت پهلوی تأثیر چندانی نگذاشت ولی دو دهه بعد سخنانی بر منبرها گفته شد که به روحانیون فاسد و درباری هشدار میداد. آخوند درباری آخوند درباری عبارتی بود که روح الله موسوی خمینی در عواست حکومت محمد رضا شاه در مورد روحانیونی به کار برد که به گفته او فاسد بودند و به جای مخالفت با برنامه ها و اقدامات شاه با او همراهی و برایش دعا می کنند. اینها از فقهای اسلام نیستند و بسیاری از اینها را سازمان امنیت ایران معمم کرده تا دعا کنند به ادعای پژوهشکده تاریخ معاصر در ایران غلام حسین دانشی روحانی و نماینده آبادان در مجلس شورای ملی یکی از روحانیون مدافع برنامه ها و اقدامات شاه در رادیو و تلویزیون بوده که بلا فاصله پس از انقلاب به دلیل مبارزات آشکار علیه انقلاب اسلامی اعدام شد. انقلاب 57 و اسلام سیاسی سالهای دهی چهل و اوایل پنجاه برای نهاد روحانیت شیعه در ایران دوره توجه به اسلام سیاسی به جای آموزش و معزگری است. اجرای برنامه های دولت مانند اصلاحات ارزی، حق رأی زنان، موسونیت دیپلماتیک به مشاوران نظامی آمریکایی، ماجراهای پنوزده خرداد و برخورد با طلاب به روحانیون فرصت داد تا به برنامه های پهلوی اعتراض کنند. ادامه این اعتراضات توانست نهاد روحانیت را به آستانه انقلاب 57 برساند. اگرچه در شکلگیری انقلاب گروه های سیاسی با گرایش های مختلف نقش و تأثیر داشتند ولی به گفته ناظران نهاد روحانیت با کنار زدن آنان یک تنه بر مسند نشست. پژوهش مقایسه سه دهه نقش روحانیت بعد از مشروطه و انقلاب اسلامی که در فصلنامه شیعه شناسی منتشر شده نشان میدهد در اولین مجلس شورای اسلامی بیشترین سندلی های نمایندگی در اختیار روحانیون قرار گرفت تعدادی از همین روحانیون در سالهای بعد به نخست وزیری ریاست جمهوری وزارت و سمتهای دیگر رسیدند برخورد با روحانیون از ماهای اول انقلاب برخی روحانیون که در شکل گیری و استقرار جمهوری اسلامی نقش داشتند به تصمیم گیری های انقلابی اعتراض کردند آیت الله محمد طالقانی اولین امام جمعه تهران از رفتارهای تند و تحمیل آنچه که از جانب خدا نیست انتقاد کرد گفته شده که او به تدریج کنار گذاشته شد آیت الله محمد کاظم شریعت مداری مرجع تقلید تبریز هم به اتهام همکاری و طرح ترور آقای خمینی در حبس خانگی ماند. در ادامه انتقادها نهاد روحانیت یکی از معروفترین اعتراضها را از زبان قائم مقام وقت رهبری انقلاب شنید. آیت الله علی منتظری به اعدامهای سالهای 67 اعتراض کرد و مرتکبان آن را جنایتکار نامید. او نیز تا پایان عمر در حبس خانگی بود. در همین دوره آیت الله خمینی رهبر انقلاب درگذشت. به دنبال وقایع سالهای بعد روحانیون منتقل بیشتری یا از ساختار حکومت فاصله گرفتند و یا کنار گذاشته شدند. تعدادی از روحانیون منتقد توسط دادگاه ویژه روحانیت که اواخر سال شست تأسیس شد به زندان خلع لباس و مجازات های سنگین محکوم شدند. مهدی هاشمی، حسن یوسفی اشکوری، محسن کدیور و محمد حسین کازمینی بروجردی از جمله این افراد هستند. انتقاد به نتایج انتخابات و نحوه برخورد حاکمیت با معترضان هشت نیز باعث شد برخی روحانیون خواص بیبسیرت بصیرت خوانده شوند و برخی دیگر هم به حبس خانگی بروند. چالش قدرت سیاسی و ثروت وقوع حوادث مختلف سیاسی و بحرانهای اقتصادی طی سالهای اخیر نهاد روحانیت شیعه و حکومت را با چالشهایی مواجه کرده است. فاصله گرفتن از ارزشهای انقلاب، سروتندوزی، کاهش اعتماد مردم و وابستگی مراکزی مانند حوزه های علمیه به حکومت از جمله این چالش هاست. ناظران با تأکید بر اینکه چالش های گفته شده نتیجه تسلط نهاد روحانیت بر قدرت سیاسی و ثروت است میپرسند که آیا انقلاب از پس این چالش ها بر می آید؟ عبدالله جوادی آمولی مرجع تقلید شیعه چندی قبل گفته بود اگر ملت قیام کند همه ما را به دریا خواهد ریخت. ممنون که تا انتهای ویدیو با ما همراه بودید تا برنامه دیگر خدا نگهدار